داشتم فکر میکردم که سریالی که طنز باشه و سینمای خانگی پخش بشه احتمالاً درگیر یه سری کلیشه هاست که خب ممکنه سرگرممون کنه، ولی لازمش اینه که از یه چیزهایی تو ذهنمون، استانداردهامون کوتاه بیایم تا بتونیم ازش لذت ببریم. چیزی مثلا نیسان آبی یا راز بقا، چیزهایی که در سالهای گذشته دیدیم و توی کانال هم دربارش با هم صحبت کردیم، اما دفتر یادداشت انگار فرق میکرد. همینجوری با ناامیدی روش کلیک کردم توی یوتیوب، اتفاقا تو کانال فیلم نیوز، تو کانال فیلم نت، که ببینم چیه و چجوری و اینا، و توقعم نداشتم اصلا بتونه جذبم کنه، اما به شدت از همون تیتراژش جذبم کرد. عطاران رو سالهاست ندیده بودم، خیلی از گذشتهش فاصله گرفته بودم، و خب حسن مرجانی رو هم در مجموع میپسندیدم و میپسندم، اما به نظرم نمیرسید بتونه الان چیز تازه‌ای برای گفتن داشته باشه. دفتر یاد داشتم کارگردانش همون کارگردانی که این هفته ازش سریال هفت رو دیده بودیم، که هنوز مطمئنم نکرده برای اینکه باید سریال رو ببینیم یا نبینیم در ادامه. اما دفتر یاد داشت فرم کرد کاملا، تصاویر تمیز، دکور تمیز، دیالوگ های تقریبا تمیزی داشت، یک رگه جنایی، یک رگه فانتزی، یک رگه تخیلی و یک پاش هم توی دنیای امروزه، اما خیلی هم محلی نیست. یعنی شما نمیتونید بگید که مثلا اگر با یک خارجی بشینید این فیلم رو ببینید اون نمیفهمه. نه، کدهای شخصی نداشت، خیلی کدهای در واقع بومی توش کم هست و این سریال رو قابل دیدن تر میکنه. در مجموع قسمت اول به نظر من شسته و رفته، تر و تمیز، بدون اینکه حالا دیدگاه جنسیتی کثیفی داشته باشه، بدون اینکه نظر سیاسی خاصی رو بخواد وارد کنه بهمون، به پیش رفت و تونسته تا این لحظه من رو راضی نگه داره که این سریال رو میشه دید، مگر اینکه اتفاقای دیگه‌ای بیفته اصلا تو قسمت‌های بعدی، به اضافه اینکه بازی رضا عطاران خیلی خوبه توش، حتی موقعیت کاشتن‌ها خیلی خوبه، این دیدگاه پلیسی، شخصیتی که تعریف کرده، شخصیت فضولی که حالا یه مقداری فراموشی داره، چند تا زندگی داره، دچار اعتماد و عدم اعتماد به دیگرانه، و خب اون وجهه کارگاهی پوارو که بیشتر از خانم مارپل بودنش کمکش میکنه، برای اینکه با اینکه چیزایی رو نمیدونه درباره گذشته خودشون، گذشته رو کشف کنه. تم کاملا قشنگ، جذاب، امروزی، خوش اخلاق و غیر سوء استفاده گرانه ایه. یعنی جز سریال هایی که من فکر میکنم اگر ساترا نبود، اگر وزارت ارشاد نبود، اگر هیچ نهاد نظارتی هم روش نبود، باز همینجور ساخته میشد و شاید حالا در واقع اینجور میتونه ساخته بشه و همچنان ما رو جذب کنه در یک فضای آزاد و لیبرال در. نظرتون رو برام بگید، من قسمت به قسمت میام و با هم دربارهش بیشتر صحبت میکنیم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.